با سلام، ادامه درس فرانسه رو در خدمتون هستیم با کتاب الترگو 1 صفحه 84. میخوایم روابط خانوادگی رو یاد بگیریم. البته من توی درس دیگه لغات مربوط به روابط خانوادگی، اینکه پدر چی میشه، برادر چی میشه، خاله، داماد اینا چی میشه رو گفتم که لینکشون بالا براتون میذارم که یه بار دیگه نگاهش بکنیم. منتها چون درس الترگو داریم ادامه میدیم کتاب الترگو رو، میخوایم این مبحث هم دوباره مرور بکنیم. اینجا اول یه فایل صوتی هست که باید با هم دیگه گوش بدیم و بعد بیایم این دو تا تمرین رو که مربوط به این هست، یه شخصی هست به نام کانتن که میخواد آلبومش رو به دوستش نشون بده. میخوام این هر کدوم شخصیت ها رو توضیح میده که کی هستن، کدوم خاله است، کدوم عمه است، کدوم داییه. بریم اول این فایل صوتی رو با هم دیگه گوش بدیم و بعد کلماتش رو ببینیم که چی هستش. Activité 8. Qu'est-ce que c'est cette photo? Ben, c'est le jour du mariage de mes parents. Regarde, c'est mon cousin Alex, là, juste devant eux. Il a quel âge sur la photo? 6 ans. Mais la jeune femme, juste derrière ton père, avec un chapeau rose, c'est pas ta tante? Oui, exactement. Et à côté d'elle, derrière maman, c'est mon oncle. Et leurs deux filles. Elles sont là au premier rang. Ah, ce sont tes cousines, les deux petites? Oui. Et tes grands-parents? Eh ben, la mère de maman, c'est la dame à gauche au premier rang. Avec le chapeau rouge? Oui, c'est ça. Et son mari, mon grand-père donc, il est à droite, juste à côté de maman. Et les parents de ton père? Ce sont les deux ici, j'imagine? Oui, oui, le militaire. C'est mon autre grand-père, paternel. Et la dame au grand chapeau, c'est ma grand-mère paternelle. خب این فایل صوتی که گوش دادیم مربوط به این عکس بود. حالا بریم تک تک اون جملات رو با هم دیگه چک بکنیم، ببینیم که چی میگفتن این دو نفر با هم دیگه و این شخصیت ها کی هستن. Qu'est-ce que c'est cette photo? Qu'est-ce que c'est یعنی این چیه؟ Cette photo، این عکس، این عکس چیه؟ با این برای فکر کردن، داره فکر میکنه. C'est le jour du mariage de mes parents، یعنی روز ازدواج پدر مادرمه. رگارد، نگاه کن، سه ما کوزن الکس، این پسر خالم یا پسر عمم یا مثلا پسر داییم الکس هستش. لا اونجا جوست یعنی دقیقا یا درست، دوان او جلوشون. ایلا کلاج سور لا فوتو یعنی چند سالشه تو این عکس؟ 6 ans، 6 سالشه. مِ لا ژون فام، اما اون خانم جوونی، جوست دریر تون پر، دقیقا پشت پدره، اویک ان شاپو روژ، ببخشید شاپو روز یعنی با یک کلاه صورتی رنگ. سپت تانت یعنی خالت یا عمت نیست. خب این هم اون خانمی که کلاه صورتی داره پشت سر داماد. Oui, exactement. آره دقیقا. Et à côté d'elle و کنارش، derrière maman، پشت مامان، c'est mon oncle، عمو یا حالا داییم هستش. Et leurs deux filles و دو تا دختراش، elles sont là، اونا اونجان. Au premier rang. Premier یعنی اول، rang یعنی ردیف، تو ردیف اولن. Ah, ce sont tes cousines, les deux petites، یعنی اونا دختر داییات یا دختر عموات یا دختر خالات هم، اون دوتا کوچولو. وی آره، این هم اون دوتا دختر کوچیکی که تو ردیف اول هستن. اتکران پران و پدر بزرگ، مادر بزرگ. با لامر دو مامان، مادر مادرم، سلا دم اگوش و پخومی قان، این خانومی که سمت چپ تو ردیف اوله. اویک لو شاپو روژ، همونی که کلاه قرمز داره. وی سسا، آره همونه. اسم ماری و شوهرش، مون گران پر دونگ، خب مسلما پدر بزرگ همه. ایله اتروات یعنی اون سمت راسته، جوست اکوته دو مامان، دقیقا کنار مامان. ال پران دو تون پر و پدر مادر پدره، سوسون ل دو ایسی جیمجین، اینا همون دو نفر هستن. جیمجین یعنی فکر میکنم، حرف میزنم یا تصور میکنم. وی وی لو میلیتر، آره اون
اینکه نظامیه. سه منوترو گرانپر پدرنل، یعنی اون پدر بزرگ دیگمه، اون یکی پدر بزرگمه. پترنل یعنی از طرف پدری، یعنی پدر پدرمه. ماترنل یعنی از طرف مادریه. الا دم او گران شاپو، و اون خانومی که کلاه بزرگ داره، سه ما گران مر پترنل، اون مادر بزرگ پدریمه. خب در ادامه تو صفحه 84 تمرین 9 میگه observer l'arbre généalogique، یعنی درخت خانوادگی در واقع میشه شجرنامه، شجرنامه de la famille Boussan، خانواده بوسان رو نگاه کنید. trouver le nom de personne suivante، و اسم افراد زیر رو پیدا بکنید. اولی میگه les parents de Sonia، یعنی پدر مادر سونیا. سونیا کدوم هستش؟ این هستش. پدر مادرش میشه ژاک و الن. سو ماری شوهرش، شوهرش میشه فرانک کاسوویتس. سو بو فرر یعنی برادری که در واقع از یه خانواده دیگه است. مثل چی؟ مثل برادر مثلا شوهر، یا برادر زن، یا مثلا شوهر خواهر. در نتیجه شوهر خواهرش منظورش اینجا، این خواهرش، این شوهر خواهرش میشه الکساندر. سه دو نیست، نیست یعنی خواهرزاده یا برادرزاده ای که دختر باشه. دو تا خواهرزاده هاش کدوم میشن؟ ماریون و کمی. لونکل دو ماریون و یان. ماریون اینه، لونکل یعنی عمو، دایی، یعنی شوهر عمه و شوهر خاله هم میشه. اینجا شوهر خاله منظورش میشه فرانک، شوهر سونیا هستش. سا گران مر ماترنل یعنی مادر بزرگ مادریش، مادر بزرگ مادریش میشه الندیه که مادر مادرش هستش. سسر خواهرش میشه کمی، و سو کوزن، کوزن یعنی پسر خاله یا پسر دایی یا پسر عمه، در نشه میشه کانتن، کانتن میشه کوزن، برای کوزن، کوزین که مؤنثش میشه. خب اینجا میگه تروه لکیوالان مسکولن و فمینن، یعنی معادل مردونه یا زنونه کلمات زیر رو بگیم. مثلا سر یعنی خواهر، پس میشه فرر، خیر یعنی برادر. یا بل سر یعنی خواهر شوهر یا خواهر زن، پس میشه بفرق. بل مر، بل مر یعنی مادر زن یا مادر شوهر، پس میشه بپق. تانت یعنی خاله عمه، و اینجا میشه، پس میشه لونکل، اونکل یعنی دایی، عمو. کوزن میشه کوزین، یعنی بسرا پسر خاله و پسر عمه، و اینا میشه دختر عمه، دختر خاله. نوو یعنی برادرزاده یا خواهرزاده‌ای که پسر باشه، پس برادرزاده یا خواهرزاده‌ای که دختر باشه گفتم قبلا میشه نیس. گران مر یعنی مادر بزرگ، پس میشه گران پر، که بسرا مردونش گفتیم، مردونه یه زنونش رو بگین دیگه، معادل مذکر یا مؤنثش رو. خب صفحه بعدی که صفحه 85 کتاب هست میگه لنو دو فمی، یعنی اسم خانواده، اسم خانوادگی. اینجا ببینید که یه نکته ای رو ما میخوام بگیم. ببینید در واقع اینجا میگه سونیا بوسان سوماری ازدواج میکنه با فرانک کاسوویتس. après son mariage، بعد ازدواجش، الا 4 choix possible، 4 تا گزینه ممکن داره. pour son nom de famille، برای اسم خانوادگیش، elle peut s'appeler، میتونه اینجوری نامگذاری بشه، Sonia Bosson، son nom de jeune fille، اون اسمی که قبل ازدواجش داره میگه son nom de jeune fille، پس همون اسم خودشو میتونه بگیره. میتونه اسم شوهرشو بگیره، یعنی فامیل شوهرشو بگیره، پس میشه سونیا کاسوویتس، لونو دو سو ماری. یه گزینه دیگه اینی که میتونه ترکیب اسم خودش و شوهرش باشه، یا فامیلی خودش بشه بوسان و بعد کاسوویتس، یا بگه کاسوویتس بوسان، هر دوش میتونه باشه. بس 4 تا گزینه میتونه داشته باشه. بعد ازدواج خانوما معمولا فامیلی شوهرشون رو میگیرن. دپوی لو پرومیر ژانویه 2005، از اول ژانویه 2005، il y a aussi 4 possibilités pour les noms des enfants، همچنین
چهار تا گزینه واسه اسم خانوادگی یا فامیلی بچه ها هم وجود داره. همین گزینه ها واسه بچه ها هم هست. مثلا اینجا رو ببینید، فرانک و سونیا که ازدواج کردن، بچه هاشون اومدن فامیلی پدرشون و بعد فامیلی مادرشون رو گرفتن. در صورتی که اینا وقتی ازدواج کردن فقط فامیلی پدر به اینا منتقل شده. پس چهار تا گزینه وجود داشته و برای این دو تا خانواده ببینید فرق میکنه. خب بریم تمرینای صفحه 85 که برای این درس هستش رو با همدیگه انجام بدیم. پغله دو صفمی، صحبت کردن راجب خانواده. کمپلته اوگ لز اجکتیف پوسسیف با صفتهای ملکی مو، مه، تو و اینایی که درس قبلی یاد گرفتیم رو و من این لینکشم این بالا براتون میذارم. میخوام اینجا فقط پر بکنیم. جروم پریزانت صفمی، یعنی جروم داره خانوادهش رو معرفی میکنه. مو، من، جو مپل جروم، اسم من جرومه. ای فم سیلوی، مفم سیلوی. تو یا میگیم مفم سپل سیلوی، پس چیشه ما بخواد یعنی که مؤنث فم. جی تخوا زانفان، من سه تا بچه دارم. مو فیس سپل توماس. ای می فی به خاطر اینکه جمع هستش. سپل اسمشون چیه؟ سسیل و پولین. سسیل و پولین. ژان کلود و سوزان پرزانت لور فامی. ژان کلود و سوزان دارن خانوادهشون رو معرفی میکنن. نوسوم مریه، ما ازدواج کردیم. دپوی و سنکان، از 25 سال قبل، یعنی 25 سال ازدواج کردیم. میخوام بگیم 25 سال ازدواج کردیم، میگیم نوسوم مریه دپوی و سنکان. نوتر فیس پسرمون سپل شرمی. ای نوتر فی و دخترمون، فرق نمی کنه نوتر دیگه چه مذکر باشه چه مؤنث باشه، هر دو میشه نوتر. پاسکال. در مورد بچه هامون صحبت میکنه، بعد میشه نوز انفان سون گران ماتنا، یعنی بچه هامون الان بزرگن. پاسکال ویان دووار ان بیبی، یعنی پاسکال تازگی های بچه داشته، بچه داره. ویان دووار گفتم ویان دو پیر به مستر میشه پس رسان. پس اینجا میخوام بگیم که نوامون اسمش لئوه، پس میشه نوتر پتی فیس سپل لئو. خب بعدیش چی میگه؟ میگه کلر پوز ده کستیون ا امی سور سا فامی، یعنی کلر داره سوال میکنه پوز ده کستیون ا امی. درسته ان امی وقتی داری با یه دوستی صحبت میکنه، پس ما باید از اجکتیف های استفاده بکنیم که مربوط به حالت خودمونی هستش. درباره سور سا فامی، راجب خانوادش، چون خودمونی هستش، امی هستش، پس میشه ته پغام، یعنی پدر مادرت سپل کما. اسم پدر مادرت چیه؟ جیل پیغت. خب بعد حالا میخوام بگه خواهرات، پس میشه تسر و خواهرات ادیت میریام. بعدی چی میگه؟ گرانپر و گرانمر سون مور، یعنی آیا پدر بزرگ و مادر بزرگت مردن؟ پس میگه تون کرامپر و تا کرامر. تون بخاطر اینکه مذکره، تا بخاطر اینکه کرامر مادر بزرگ مؤنثه. نو کرامپران سون توجور آن وی. توجور آن وی یعنی هنوز در قید حیات هستن، پس میشه نه. جواب میده نه پدر بزرگ من، پس میشه می کرامپران پدر بزرگ من sont toujours en vie، یعنی هنوز در قید حیات هستن. خب بعد میگه باتریس رپون، یعنی باتریس جواب میده ا دی کوستیون سور سا فامی، به سوالاتی در مورد خانوادش. و پران سپل کما، یعنی پدر مادرت اسمشون چیه؟ میشل و پاتریک. خب حالا میخواد بگه که گران پران، حالا گران پران
میتونیم بگیم تک خان پران یعنی پدرم پدر بزرگ مادر بزرگت یا میتونیم بگیم وو خان پران بس دیگه اگه میخوایم احترام بذاریم یا خودمونی سپل کما اسم پدر بزرگ مادر بزرگت چیه آنری ان آنری و ان دانیل سبیان تون اونکل دانیل عموته یا دایته وی سه لو فرر دو ممر بله برادر مادرمه پس میشه دایی البته شوهر عمه و شوهر خاله هم میشه تمرین دو تو همین صفحه 85 کتاب میگه کمپلته اوک سون سا سه لور و لور این برای مفرد این برای جمع هستش نو سوم سغا ما خوشحالیم یا خوشبختیم دو وو فر پر که به شما اعلام بکنیم دو مریاج ازدواج دغنو لوروا ارنو لوروا کپوسین بسکیه و کپوسین بسکیه رو اعلام بکنیم اونیون ا ات سلبره اونیون یعنی اجتماعشون گرد هم اومدنشون پس میشه لور اونیون گرد هم اومدن اونها ا ات سلبره یعنی جشن گرفته شده دان لانتیمیته به صورت خودمونی و به صورت صمیمی لویت فوریه هشتم فوریه آن پرزانس در حضور دو لور فامی خانوادهشون و دو لور زمی یکی از اینا لور اینم لور بخاطر این عمی جمع هستش کریستوف حالا میخوام بگیم باباش بعد میشه سون پاپا اود و اود سامامون و اود مامانش سون تاغا خوشحالن دو ووزانوایه لپخومیر فوتو دو مارین که برای شما ارسال بکنن اولین عکس مارینو دان لبرا در آغوش دو سون کران فرر پول در آغوش برادر بزرگش پول این بچهشون به دنیا اومد اسمش مارینه و دارن اینجوری اعلام میکنن لیا و لیون سون نه لیا و لیون به دنیا اومدن لو 15 آوریل 2004 خب این تا وقت دو نفر به دنیا اومدن دو قلو هستن جومو یعنی دو قلو هستن واسی اینه لیون این لیون دان لبرا در آغوش در بغل دو سمامو مامانش لیا دان لبرا دو سن پاپا و لیا تو آغوش باباشه لور پارون یعنی پدر مادرشون چون دو نفره سون تریز اورو خیلی خوشحالن ال جومو و دو قلوها سوپورت بیان یعنی حالشون خوبه آر دوینگ ویل اسوسیه لز المان دی دو کلون یعنی عناصر این دو تا کلون این دو تا ستون رو به هم دیگه مربوط بکنید معنیشون چیه لبل فمی یعنی چی یعنی خانواده چی بل یعنی قشنگ ولی بل فمی یعنی چی لبل فمی یعنی لفمی دو ماری او دو لفم یعنی خانواده شوهر یا خانواده زن رو بهش میگن لبل فمی لبو پر یعنی چی یعنی پدر لپر تو ماری او دو لفم یعنی پدر شوهر یا پدر زن رو میگن لبو پر لبل مر هم طبیعتا میشه مادر زن یا مادر شوهر لکوزن پسر خاله یا مثلا پسر عمه ببینید میشه لفیس دو لونکل یعنی پسر عمو یا دایی او دو لتانت یا پسر خاله و عمه رو بهش میگن لکوزن لونکل یعنی دایی عمو یا شوهر عمه شوهر خاله میشه لفرر دو پر برادر پدر خب بهش میشه بهش میگن لونکل تروه لدفینیسیون دو سمو یعنی پیدا کنید تعریف این کلمات رو لاتانت یعنی خاله یا عمه میشه چی؟ لسر دو پر او دو لمر یعنی خواهر پدر یا مادر لنیست یعنی خواهرزاده یا برادرزاده ای که دختر باشه لن نوو یعنی
برادرزاده یا خواهرزاده‌ای که پسر باشه. پس این میشه چی؟ La fille du frère ou de la sœur. این هم میشه le fils de la sœur ou du frère. La belle-mère یعنی مادر زن یا شوهر. پس میشه چی؟ La mère du mari ou de la femme. Les grands-parents یعنی پدر بزرگ، مادر بزرگ. پس میشه چی؟ میشه les parents du père ou de la mère یعنی پدر مادر پدر یا مادر. و بالاخره la petite fille یعنی نوه‌ای که دختر باشه. پس در نتیجه میشه la fille du fils ou de la fille. خب این درسم راجع به روابط خانوادگی اینجا تموم شد. خیلی هم طولانی شد ببخشید، ولی خب لازم بود همه چی رو توی درس کامل بگم که این درس از کتاب هم تموم بشه. امیدوارم این درس برای شما مفید بوده باشه. این کانال رو لطف کنید به دوستاتون معرفی بکنید، بر من کامنت بذارید و اگه انتقادی دارین یا پیشنهادی دارین تو قسمت کامنت ها بر من بذارید. موفق باشید.